تا استودیوی ما آماده می شود برای پذیرایی از خانم لیلا فروهر، ازتون می خواهیم به انار انار با صدای مرتضی گوش کنید که برای دوستانش پخش می شود. خانم لیلا فروهر یه بار دیگه به استودیو آقای ایران خیلی خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. همینطور بگی باشه. لیلا جون. خیلی مونده تیم رفت و بالا میگیم. ما تله بگیریم. شما از امریکا. والا به خدا ما 50 دفعه زنگ زدیم. تلفن نکرده. قرآن تلفن به من نزدی. لیلا جون بیگانه شو شد. بهت میگه خوشمدیتا با خوشمدی. آخه من ایشون نمیتونم. نه اونجا تو لیلا میگم بگه دیگه. پشت سر بگیم. پشت سر. حاضری یک دو سه میخوام بریم. نه بس بس. اول. لیلا جون اول بشید. اوکی زن تو برو هم نه ما هستم در دستی دوستان عزیز حالا از شما دعوت میکنیم تا به گفتگوی امشب ما با خانم لیلا فروهر توجه بفرمایید. در این گفته شنود آقای محسن پارسی نیز با ما همراهی می کنند. خب خانم لیلا فروهر یک بار دیگه به استودیوی آقای ایران خوش اومدید. خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. لیلا جون منم بهت خوش آمد میگم. میدونی که هوای پاریس از بس خرابه و چون همیشه خرابه میبینی که من چه سرمایه خوردم. همینو میگم تا تو فرانسه ببیشه اروپا بل. همه به هم میرسن به قول معروف عادت کردیم به جنوب. آمریکا مثل حواظ آبادان هواش. آره بوی هوای پاریس بهت نساخته و مریضت کرده. حالم خیلی بده متاسفانه سرمایه سختی خوردم و انشالله که خوب میشم خیلی زود. برحال من امیدوارم که هرچی زودتر خوب بشی. خیلی ممنون. که میخوای برگردی لس آنجلس و برنامه‌ات رو دوبار کنی. سلامتی رو دوباره به دست بیار. لیلا جون اگه مایل باشی میخواستیم اولین سوال رو به این ترتیب شروع کنیم که تو برای ما بگی که آیا یادت هست چطور شد برای اولین بار رفتی جلو دوربین و نقش بازی کردی؟ بله 100%. من پدر مادر من منبشه تئاتر سپاهان بودن که به اتفاق آقای الهام سعد در اصفهان بازی میکردم. من از همون موقع ها عاشق این بودم که برم روی صحنه. یعنی واقعا کارو به جای رسوندم که در سن 3 سالگی بودم با مادر و پدرم به روی صحنه رفتم. یعنی به نحوی بازی میکردم که همون کارهایی که تو خونه با پدر و مادرم میکردم روی صحنه هم میکردم و به این ترتیب من کار هنرپیشگیم رو شروع کردم و بعد از 1-2 سال ما به تهران آمدیم و تهران زندگی میکردیم و شوهر خاله من آقای همایون که هنرمندای فیلم‌های فارسی بودن ایشونم یکی از هنرمندای خوب کمدی بودن و ایشون چون دیدن که واقعا خب من بچه با استعدادیم و کار هنری رو دوست دارم من رو بردن پیش آقای صابر رهبر یکی از کارگردانهای خوب سینما و فیلم مراد و لاله رو ایشون ساختن که در این فیلم دو تا بچه فقط نقش اصلی این فیلم رو بازی میکردن که من بودم و مجید فریدفر. اون موقع من 5 سالم یعنی هنوز کلاس اول است من نمینوشتم و شروع کار سینمایی اینطوری شد که با آقای صابر رهبر شروع کردم و بعد از اونم دیگه ادامه دادم تا سن 12-13 سالگی. و خیلی خوبه ادامه دادی. الان که ماشاءالله بزرگ شدی میدونی که همیشه همواره
بعضی از بچه‌ها که تو رو می‌بینن چون فیلمات رو مرتب می‌بینن یهو تمام لیلا بی این بزرگی تعجب می‌کنن. من بزرگ نشدم هر از کوچولو. سنم فقط رفته بالا. منم نزیاد خیلی. بله. لیلا جون می‌خواستم برامون بگی که خب مثلا کارگردان در هر برای ساختن هر فیلمی نقش مؤثری داره برای ساختن چهره هنرپیشه‌هاش. آیا غیر از کارگردان‌ها که خب تو به عنوان اولین فرد از آقای صابر رهبری یاد کردی که یادش بخیر باد، آیا فکر می‌کنی کسان دیگه در آموزش تو برای سینما نقش مهمی داشتن که دلت می‌خواد امشب ازشون یادی بکنی؟ 100 درصد. من آقای صابر خاچکیان خیلی دوست داشتم که اکثرا فیلم‌های وحشتناک و یعنی یه کار به خصوص داشتن برای خودشون و آقای صابر رهبر واقعا خیلی کارگردان خوبی بودن. یادم فقط خیلی عصبی بودن ایشون و من همیشه به معنی که عصبانی می‌شدن آقای صابر رهبر بودن من دیگه بازی نمی‌کنم. اینا مثلا نصف شب ساعت 12 شب مجبور بودن برن مثلا یه عروسک چیزی برای من بخرن که من ادامه بدم به بازی. یک از خاطرات هر از چندی هم تو بس قهر میکردی به یاد این عروسک. بعد که دیگه عروسک برام خریدن عادت شده بود برام، هی مرتب قهر میکردم که برام عروسک. آیا موافق هستی یک آهنگ گوش کنی؟ 100 درصد با کمال. حالا همه با هم گوش میکنیم به خوش به حال دیوانه با صدای سوسن. یه پول من قاعده بود بیرون شما ندیدید؟ من ندیدم نشد دور دور باشه. بعدم وقتی که بخونم ترمه در دیدر رو پخش کنیم بسیط وقتی که فرس بود کما درس بود فرس شما من خواستم یه سری صحبت با شما بکنم برای تلویزیون که شما این رادیو رو از کی دارین اداره میکنین، زحماتش برخی زیاده، آیا مثلا به خاطر چی اصلا این کار رو استفاده مالی براتون داره یا من از این همچه سوال هایی بود چون بعد از بسطش این کار رو آخه بعد میتونی پسیدیو تو بعد میتونی منتش کنی؟ میخوایم به ترانه بعدی میذاریم ما شنونده تون باشه در ترانه بعدی باشه دیده چون بعد بعدی کیه قرار دهان؟ فقیر با صدای شاکتونه مایل نیم که ترانه خودتونه که برش کنیم بعدش کیه؟ الان سر چنده؟ سال 2000 داریوش داریوش خب بعدش خدای آسمان های اندیو کروس بعد پریچهر مونین بعد همسلای کنکوش نامه روان فتن خیلی برو تو برو دره دو دو سه دقیقه خوبه نه الان تمام میشه آره دیگه شما از این ترانه ها هم کسی میخواد پسندی مثلا یا نه نه نمیخواد از این ها که بگیم مثلا از گوگوش مثلا یه جایی ازم من ازم میگوستم در مورد چه کسانی رو بیشتر مثلا چون میدونم گوگوش رو گوشم کردم بعدش نه بعدش تا لیلا میگه که گوگوش تا لیلا دیده اسم گوگوش مثلا تو گوگوش بذار خب الان پس چی میذاریم؟ نه شما بشینی شما جاتون خوبه فقط این خب این که اینجاست جلو رو میگیره نه نیستش الان چی میگی؟ الان از لیلا میپرسیم که خب چطور شد که یا با آدم خوانندگی اومد آره لیلا جون؟ خوبه؟ نه؟ نه خب میریم توی سینما میبینیم اونه که دوست داری چه کسی چه فیلم هایی دوست داشته میتونی بگیم؟ باشه میخوام برسیم به لس آنجلس از این پس از خانگی میخوام شروع کنم برسیم به لس آنجلس اوکی؟ بریم یه از بازی های خوبه در سینما بگذاریم در خردسالی در بزرگسالی هم تو فیلم بازی کردی بله آیا مایلی در این مورد هم یکمی صحبت کنی برای شنوندگان ما و فیلم هایی که در بزرگیت بله تعدادش خیلی کم بود من شاید مثلا 5-6 تا فیلم وقتی که بزرگ شده بودم بازی کردم و فیلم مهمان رو خیلی دوست داشتم که با آقای ناصر ملکوتی بازی میکردم گل خشخاش که یه فیلم خیلی آموزنده بود راجع به اعتیاد جوونا که جوونای پولدار رو میان وسوسه میکنن و همه رو مطال میکنن و به راههای بد میکشن و غرق در فساد میشن و کلن فیلم های بدی بازی نکردم خیلی مسلم بازیت هم بازی خوب بود و درست میگید ببینید که در اون مقطع که یک فیلم های نواب که ما اسمش گذاشتیم نواب
مد شده بود. چند تا فیلمی که تو بازی کردی واقعا میتونیم بگیم که الان میتونی بهش افتخار کن. خب لیلا جون، حالا چطوری بگی برامون که چطور شد که به عالم خوانندگی رو آوردی؟ ببینید که حالا که آهنگساز هم شدی، حالا به این بعدن میپردازیم، ولی اول برام بگو که چطور شد که یهو به فکرت افتاد که خوانندگی بکنی؟ والا من از همون بچگی هم عاشق خوندن بودم، هم بازیگری، خب خیلی کوچولو بودم دیگه، اکثر فیلمام هم خودم میخوندم تو فیلم جای خودم، یعنی زمینه‌شو داشتم از قبل. بعد در سن 14-15 سالگی بود که اکثر جشنای مثلا مدرسه رو دبیرستان که بودم من تو شرکت میکردم، یکی دو بارم اول شدم، منو اردوی منظریه فرستادن شمال و کلن دوست داشتم خوانندگی رو، تا اینکه به قول معروف آقای محمود قربانی که خب حق زیادی به گردن اکثر خواننده های معروف مملکتمون دارن، با کمک هاشون باعث شدن که من خوانندگی رو شروع بکنم و به هر حال شروع خوبی برام بود فکر میکنم. مسلم. بعد مثل اینکه خب به هر حال سالها کار نکردی، همچنان که سالها به دلایل سیاسی که حاکم بود بر جامعه ما یک سری از هنرمندها کار نمی کردن، الان تو تونستی خارج بشی از کشور و مدتی فرانسه بودی نه؟ و دو سال اینجا زندگی. دو سال اینجا. آیا چطور بود فرانسه؟ خوب بود؟ خیلی خوب بود. خاطرات خوبی داری؟ خیلی، صد درصد. برای همینی که میای هر چند ماه یه بار؟ معلوم. بعد گویا رفتی لس آنجلس و اینطور که من شنیدم و ما همه دیدیم و شنیدیم، لس آنجلس کار کردن خیلی سخته، به ویژه اینکه کسی که سالها غایب بود از صحنه هنر ناگهان بر میگرده به اون دنیا و خلاصه مشکلات زیادی است. ولی اینطور که پیداست و دیدیم تو تونستی خیلی زود یه آلبوم بدی بیرون بله. و ماشاءالله کارت هم گرفته. این زمینه کلن اصلا سیستم آمریکایی اینه، چون تو هر چیزی، هر کاری، هر بیزینسی، هر چیزی که باید کار کرد و پول ساخت ازش دست زیاده، یعنی واقعا کار اونجا خیلی راحته، شما هر کاری بخواین اونجا بکنید و زندگیتون رو بگذرونید یا به اون عشقی که دارین، به اون علاقهی که دارین، حالا چه هنری باشه، هر چیزی خیلی راحت میتونین بهش دست پیدا کنید، ولی باید فعالیت بیش از حد کرد، یعنی تبلیغات در وهله اول اونجا، یعنی تو هر کاری، هر چیزی، هر قدمی شما بخواین بردارین باید صبح تا شب تبلیغات کنید، چون میگم همونطور که گفتم دست خیلی زیاده و پیشرفت خیلی سخته و به خاطر همین یکی از مشکلات بزرگی که خواننده های ایرانی اونجا دارن اینه که تعداد جمعیت ایرانی از تعداد خواننده ها به نسبت کمتره. میدونین چی دارم میگم؟ اون موقع ما تو مملکت خودمون هر کسی تو رشته خودش، تو اون سبکی که انتخاب میکرد یه سری طرفدار داشت، حالا یه کسی موسیقی اصیل ایرانی میخوند، یکی پاپ میوزیک میخوند، یکی کوچه بازاری میخوند، همین سبکای مختلف. منتها اونجا چون تعداد کمه باید یه سبک به خصوصی رو انتخاب کنی که همه بپسندن، در جمع بپسندن، متوجه هستین چی میگم؟ و این خیلی کار سختیه. مثلا من روز اولی که وارد امریکا شدم، هم تو که خودتونم در جریان بودین، اینجا چند تا آهنگ‌های ایرانی و سنتی خودمون رو ضبط کردم و میدونین که با چه مشکلاتی، و چون اینجا به هر حال خیلی مشکلات زیاده، موزیسین ایرانی خیلی کمه، با کمک آقای محمد شمس من چند تا آهنگ ضبط کردم و اریک عزیز، اینا رو که بردم اونجا واقعا روز اول تو هر کمپانی که می بردم اینا رو بفروشم می گفتن اینا به درد بازار اینجا نمی خوره و روزای اول من تصمیم گرفتم که برگردم فرانسه، گفتم که خب پس من چیکار کنم، چون به هر حال این چند سالی که من در ایران زندگی می کردم و به هر حال این چند سالی که از عمرم گذشته بود یه مقداری سبک فکرم و کارم رو میخواستم عوض بکنم، ولی متاسفانه خب در قدم اول که کار بد کرده باشم، کارام در حد خودش کارهای خوبیه، کاستی که آلبومی که از من اومده بیرون، ولی من میخواستم برم تو همین مایه های ایرونی و موسیقی اصیل و بله.
اونطور نمیشه دیگه، متاسفانه اونجا نمیشه که فقط 100% این کارو کرد. البته من در کنار کارهای پاپ میوزیک و جاز و آهنگای 6 و 8 به قول معروف اون کارا رو میکنم و یعنی سعی میکنم که حتی رو صحنه یا تو کنسرتام تیکه های کوتاه موسیقی اصیل یا آواز میخونم که یواش یواش مردم عادت بدم به این مسئله تا منو شاید یه روزی به اون شکل قبولم کنم. حتما الانم اینطور که همه ما دیدیم تو با همه اینها در لس آنجلس تلاش کردی و یکی از آهنگای خوبه تو که اینجا همونطور که گفتی آقای شمس دوست عزیزمون ساخته بود ساقی, ساقی رو بله. گذاشتی که واقعا شعرش از مولانا است و خیلی زیباست واقعا، هم آهنگ هم صدای تو و هم شعر مولانا. خب لیلا جون چون صحبت از آلبومت شد، میدونی که آلبوم مخمل نازت رسیده پاریس و از رادیو آقای ایران هم چند بار پخش شده، فکر کنم همش پخش شده. غیر از اون تو چیز جدید داری؟ یکی دو هفته ضبط کردم که هنوز کاستم نشده. ولی من یعنی این نوالی هم که من دارم راف میکسه، یعنی میکس اصلی نوار نیست، ممکنه کیفیت نوار زیاد خوب نباشه. من میپسندم. ولی خب اگه دوست داشته باشی یه تیکهشو این آهنگ یک آهنگساز خیلی خوب اونجا هست، آقای مهداد که فامیل شهرام شهبر است، پسر خاله شهرام شهبر است و آهنگ و شعر و تنظیم این آهنگ رو همه رو خودش انجام داده و خیلی با استعداد و فکر میکنم کار قشنگیه. حالا اگه میخواین یه تیکه از این آهنگ رو حتما من از ناهید میخوام که اگه میتونه بخشی از اون ایدل به به پس به ایدل گوش کنیم. آره خریداری نداری، هم آهنگش خوب بود هم شعرش. لیلا جون قربونی شما، مرسی، خیلی ممنون. هم صدای تو خیلی متشکرم، دوست داریم. کی در میاد این آلبوم جدیده؟ والا فکر کنم که برای ایام عید این آهنگ با دو تا آهنگ دیگه که جدیده از ساخته های آقای حسن شمایی زاده است که وقتی که برگشتم اینا رو باید ضبط کنم که توی نوار بدم. ولی حیف شد که شنونده های ما نتونستن همشو بشنون. آخه میدونی این نوار جدیده و هنوز کاستش بیرون نیومده و خود شما میدونین که برای یه آهنگ چقدر باید زحمت بکشن، چه خواننده، چه آهنگساز، چه کمپانی که این نوار میده بیرون و باید پخش بکنه. و واقعا تنها چیزی که الان برای خواننده ها برای تبلیغاتشون مونده همین کاست ها و نوارهای جدیده که من فکر میکنم که مردم ملت ایران واقعا اگر که دست به دست هم بدن و پشتیبانی کنن از خواننده های مملکتشون، واقعا فکر نمی کنم که ما با هیچ مشکلاتی برخورد کنیم. و تنها کاری که میتونن بکنن اینه که این کاست هایی که از خواننده ها میاد واقعا کپی نگیرن از روش، چون همون کوالیتش رو از دست میده و همین که بیزینس این کمپانیایی که این کارو دارن میکنن خیلی خراب میشه، به خاطر اینکه هر یه دونه نواری که اینا میفرستن واقعا خیلی زحمت براش میکشن و خیلی پول خرجش میکنن. اگه قرار باشه هر کسی یه کپی از روی این بگیره مثلا بین دوستانش پخش بکنه دیگه واقعا نمیشه اصلا این کارو کرد. و تنها خواهش من از هموطنهای عزیزم اینه که واقعا این کارو نکنن و سعی کنن که نوار تازه که میاد بخرن، چون واقعا من فکر نمی‌کنم مثلا ماهی 40 فرانک هیچ ضرری به کسی بزنه، ولی خب این یه کمک بزرگیه به این کمپانی‌ها و خواننده‌ها که بتونن کارشون رو ادامه بدن. حتما هموطنان عزیز ما این توصیه تو رو لیلا جون میشنون و بهش عمل می‌کنن.
لیلا جون چطور که یادی بکنیم از هنرمندان ببینیم؟ خب خوانندگان گذشته شاید هم امروز که خیلی همچنان همیهنانمون بهشون گوش میکنن. من میخواستم ازت بپرسم که تو خودت مولانی خواننده یک هنرمند و هنرپیشه، کدوم یکی از خواننده های دیروز و امروز رو میپسندی، دوستش داری، علاقمندی بهش؟ والا من حتما بگی به چه دلیل. معلومه در وهله اول من فکر میکنم خواننده باید صدای خوبی داشته باشه و بعد یک آرتیست خوب باشه. یعنی خواننده تا آرتیست نباشه نمیتونه اون تلفیق شعر و موزیک رو به مردم مفهوم کنه. این یه واقعیتیه. من خانم هایده خدا بیامرز رو خیلی دوست داشتم، چون در عین اینکه صدای زیبا و رسایی داشت، یک آرتیست بود روی صحنه. خانم گوگوش رو خیلی دوست دارم، واقعا از بچگی یکی از طرفدارای گوگوش بودم. داریوش رو خیلی دوست دارم، معین رو خیلی دوست دارم، ابی رو واقعا صداش رو دوست دارم. و از خواننده هایی که یه مقداری شلوغ پلوغ میخونن شهرام رو دوست دارم، چون خیلی روی صحنه واقعا مردم رو جلب میکنه. بله، و اکثر خواننده ها رو دوست دارم. خیلی خوبه. حالا دلت میخواد که به کی گوش کنیم؟ من فکر میکنم یکی از آهنگهای گوگوش عزیز رو که در جمع ما نیست و چند سالی صداشو نشنیدیم از نزدیک گوش کنیم. شاید یه روزی هم بشنویم. شاید انشالله. انشالله. بعد میخواهدیم بازم که از ما میخواهد شعر و عدم باید میکرم ندارشون کنیم. شعر رو فرمایی دارم کنیم. اصلا جون حافظ تو که فرمایی رو نمیخواهد بگیریم اون تیکه. آب حیوان تیرگون شد، تزه فرخته کجاست، خون چکید از شاخه گل، باد بهاران را چشد. دارون؟ کس نمیگوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد یاران را. لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چشم. شهر یاران بود. شهر یاران باشه؟ شهر یاران. شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار. جاوید شاه باز دیگه. این چه بویی یا بویه؟ بوی توفیق. بوی توفیق. بوی توفیق و کرامت در میان افکنده. بوی توفیق و کرامت در میان افکنده. کس به میدان نمیگی و سواران صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد. این هم قشنگ که میبخشون ترنیم بعدی میگم کنی چه بسار دیگر چی دلش خواست سازد مگر اودش به سور، کس ندارد ذوق مستی. فرقی خانم پت میگو سازم را خوبه؟ بری؟ یاری اندر کس نمیبی. خب همینو بسازی یه خرامه ایش رو بسازی یعنی هم جا بریم. تکنیک ما دوستان این کاری که هست که ما این سال از تو بکنیم که تو بین شعرهای دیرینه ایران بله. که بسیار هستن ولی ستاره هاش خیلی کم هستند، کدوم یکیشون رو بیشتر از همه دوست داری؟ والا من یکی از مریدای حافظم، عاشق شعرهای حافظم و اکثر شبها یا روزهایی که دلم خود کتاب بخونم سعی کنم شعرهای حافظ رو بخونم و خیلی علاقه مندم به شعرهای حافظ. فال حافظ هم خیلی دارم. فکر کنم که خیلی از هموطنانمون هم نیست اینگونه هستن. بله، حافظ همونطور که لسان غیب، یعنی زبانی که از آن سوی زندگی ها می آید قبولش دارم. من که مرید حافظ هم آمد. من چند بارها گفتم که اگر پیامبران به میشه حضرت محمد نمیگفت که من خاتم پیامبرانم، پیامبر انسان های بسیاری بودن که حافظ رو، مولوی رو، خیام رو نیز به عنوان یک پیامبر صلح و صفا و آرامش و
زیبایی کلام بپسندن و بپذیرن. لیلا جون مایلی یکی از غزلیات حافظ رو برای شنوندگان ما بخونی؟ یعنی خوندن به دو نوعها، یعنی هم غزلی هم آواز بخونم. نه دیگه من با این صدای گرفته و سرما خورده اصلا حرفش رو نمیتونم بزنم، چون در ابتدا گفتی صدات گرفته، فکر کنم شنوندگان ما در جنش باشه. بله، اینجا یک کتاب دیوان حافظ هست، من 100% یکی از شعرهای خیلی زیبای حافظ رو براتون میخونم. خیلی متشکرم. اگه یه جای اشتباه کردم دیگه ببخشید. خواهش می‌کنم. حافظ میگه یاری اندر کس نمی‌بینم، یاری اندر کس نمی‌بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد و یاران را چه شد؟ لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد؟ آفرین و درود لیلا. نمیخوای آواز هم بخونی برای شنوندگان ما؟ واقعا صدام گرفت، چون اینطور که همه ما شنیدیم میخوام یکی از اینو بخونم. آره. ولی اگه خراب کردم دیگه با خودتون. نه خواهش میکنم، واقعا صدام گرفته. همین این تکشو بخونم براتون؟ حتما، خیلی شنوندگان عزیزمون خوشحال خواهند شد. لعلی از کانی مروت، لعلی از کانی مروت، مر نیامد سال هاست، لعلی از کانی مروت، مر نیامد سال هاست، تابشین خورشید و سنگین باد و باران را چه شد؟ چه شد
اندلیبان را چه حال افتاد، هزاران را چه شد چه شد. واقعا آفرین و خیلی واقعا همونطور که خودت هم اشاره کردی جای تاسفه که جو کنونی هنری در آن سو و این سوی دنیا به گونه ای هست که خب هنرمندان ما به ویژه تو و این صدای خوبت نمیتونین در این زمینه فقط فعالیت کنید که انشالله یه روزی امیدوارم بیش از این باشه. من البته با اینکه در موسیقی پیشرفتی باشه و آدم با زمانه پیش بره اصلا مخالف نیستم. من خودم هم دلم نمیخواد واقعا همیشه موسیقی ایرانی اصیل رو بخونم. دلم خواد که در کنار کارهای دیگه که میکنم موسیقی اصیل ایرانی رو هم بخونم. چون من فکر کنم که جوانای مملکت ما هم حقی دارن برای اینکه موسیقی داشته باشن و موزیک گوش کنن. و من فکر میکنم که جوان ها بیشتر موزیک پاپ و یه موزیکی که یه حرکتی توش داشته باشه بیشتر دوست دارن و ما میتونیم موسیقی اصیل ایرانیمون رو هم درش حرکتی به وجود بیاریم. همطور که یکی از آهنگ های من که توی این آلبومم هست یه آهنگ 6 و 8 ولی وسطش باز من یه تیکه آواز ایرانی خوندم. من فکر میکنم این مسئله هیچ اشکالی داشته باشه در این اینکه جوان ها رو داشتم در این حال سنهای بالا که از آواز و موسیقی ایرانی خوششون میاد اونها را نگه داشتم. میدونید مسئله خیلی مهمه که یه راهی پیدا بکنیم که موسیقی اصیل ایرانی رو هم البته جوان هم خیلی دوست دارن موسیقی اصیل رو ولی به عناوین مختلف یه جوری باید علاقه مندشون کنیم و هستن. من چون نمیدونم حتما با خبر شدی شهر نظامی هم اومده بود پاریس و استقبالی که ایرانی ها واقعا ازش کردن اینا ثابت کرد که همچنان هموطنان ما دوست دارن کار اصیل کردن. برای همونطور که شهر نظامی هم در یک مسابقه که بابا ایران کرده بود تاکید کرد در پرسش این سوال که نوپردازی در موسیقی یه اصیل ایران و من فکر می‌کنم باید واقعا این کارو بکنن. یک سری از هنرمندان ما این کارو کردن از جمله دوستمون آقای محمد شمس کاری کرده که بتونیم بگیم موسیقی اصیل رو موسیقی دیروز رو با آهنگای امروز آمیزش داده. ببینین آهنگ آقای محمد شمس دیگه هم موسیقی ایرانی همین که حرکت توش هست مسئله خیلی مهمه. یه اون آهنگ خلیجی که برای ابی ساختن واقعا خیلی موزیک زیباست و آهنگ قشنگ، یعنی آهنگی که آدم دوست داره بشینه و گوش کنه ولی در این حال مدرنه، یعنی هم جوان ها دوست دارن هم یه کمی مسن‌تر. سلام، چون دلیل جون تو هم داریم به پایین برنامه میرسیم قبلش اشاره کردی به اریک. میدونی که اریک هم امشب میخواست با ما باشه ولی چون میدونی اریک پدر بزرگ شده بهش تبریک میگیم از همینجا نتونست امشب اینجا حاضر بشه در فرصت های آینده و این رو من میخواستم در پایین تو یک توضیح کوتاه بدی چون وقت زیادم نداریم. یک آهنگ جدید خودت ساختی، آیا در این زمینه بیشتر کار خواهی کرد؟ بیشتر آهنگای از خودت؟ مخمل ناز رو خودم ساختم. من معمولا بعد از این شعری خوشم بیاد و بتونم روش کار بکنم 100% برگردم این کار باز خواهم کرد. لیلی جون خیلی ازت متشکرم که پاریس اومدی. از شما متشکرم که واقعا این فعالیتتون رو الان یک سال و نیم تقریبا ادامه دادید و رادیو سوله ایران رو روی پای خودش نگه داشتید. خیلی کار مهمی دارید میکنید، تبریک میگم بهتون. زنده باشی، خیلی متشکرم، مرسی، ازت تشکر میکنم و انشالله که در آینده زود به زودی باز دوباره تو اینجا ببینیم در خدمت باشی. خیلی متشکرم، قربان شما. این بود برنامه امشب ما. با امید به اینکه هفته خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشید برنامه امشبمون رو در همین جا خاتمه میدهیم. تکنیک چون همیشه ناهید، گویندگان میکروفون نوشا، شادی، نویسنده و تهیه کننده برنامه محسن پایباد ایران.
اسمان جون پنج دقیقه کسی نه توی در بسته باشه. یه شانشا بگو که فلانی گفت ما 10 دقیقه استودیو رو برای یک ضبط داریم بعد در اختیار میذاریم. شما تموم شد من برم بفرمایید. از شما از این زاویه بگیرم حالا اونجا بیام میخواین چیکار کنیم شما؟ نیست که میخوام از صحبت من راجب این رادیو باقایی. آره کاز میشه چون بخاطر اینکه جانم تا هم اینجا بودین نور صورت کنیم. نه اینجوری دارم من دست چیزی نه اینجوری دارم لطفا فقط بلندتر صبح بذار. چون میکروفون میگه جوان نیست آخر. باید چیز بشه. پس فکر میکنی اگه مشکل دارین برای بلند صحبت کردن من بیام جلو. دوستان عزیز در استودیو رادیو سوله آوای ایران. نه اجازه بدید اجازه بدید. آها شما فرمودید سوله آوای ایران. آوای ایران هستیم رادیو ایران رادیوی ایرانیان فرانسه. بلندتر از چه میکروفون میگیرید؟ مسئول بخش فرهنگ انجمن فرهنگی. دوباره لطفا من اینا نمیگم الان که دارم تمام. اسمنو اینا عزیزم اونجا بگو صدا نباشه تو میاد صدا. هر وقت بخوایم میتونیم. دوستان عزیز در رادیو سولی آوای ایرانیان دوستان عزیز در رادیو سولی آوای ایران هستیم. رادیوی ایرانیان در مملکت فرانسه. گفتگیر دوستان عزیز در استودیوی رادیو سوله ببخشید یه فاصله بدین وقتی که یه کلمه رو دوباره تکرار میکنیم مثلا شروعش هست. دوستان عزیز در استودیوی رادیو سوله آوای ایرانیان هستیم. رادیوی ایرانیان در شهر دوستان عزیز در استودیوی رادیو سوله آوای ایران هستیم. رادیوی ایرانیانی که در مملکت فرانسه زندگی کات بلکه دوستان عزیز در استودیوی رادیو سولی آوای ایران هستیم. رادیوی ایرانیانی که در مملکت فرانسه زندگی میکنن. گفتگوی دارم با دکتر دوستان عزیز در استودیوی رادیو سولی آوای ایران هستیم. رادیوی ایرانیان عزیزی که در مملکت فرانسه زندگی میکنن. گفتگویی دارم با دکتر حسن عباسی که ایشون مسئول انجمن فرهنگی ایران و فرانسه هستند که رادیو آوای ایران هم بخشی از فعالیت‌های این انجمن هست. سلام دکتر عباسی. درود به لیلا. حال شما خوبه؟ خب آقای عباسی می‌خواستم ببینم که شما از چه سالی به فرانسه تشریف آوردید؟ بله لیلا جون من خودم تقریبا 9 سالی که وارد فرانسه شدم. چند سالی که انجمن ایران و فرانسه رو شما تشکیل دادید در فرانسه؟ ما در پی یک نتیجه گیری کلی و از اون چه در میهنمون گذشت و اون چه امروزه میگذره به این نتیجه رسیدیم که جامعه و فرهنگ و میهن ما خیلی نیازمند این هست که از فرهنگش نیز
بیشتر سخن گفته بشه، مخصوصا در اینجا واقعا، به ویژه در اینجا که بچه‌ها از خود بیگانه میشن، در محیط خیلی‌هاشون حل میشن و تمام اون سنت‌ها و آداب و رسوم و هنر میهنشون رو فراموش میکنن. بر همین اساس 4 سال پیش بود که دقیقاً من به این فکر افتادم که ایران جان با همیاری دوستان تشکیلش بدیم و با لطف هموطنان عزیزمون و با یاری خداوند تا کنون هم درست خدمت. چه فعالیت هایی دارید در این انجمن؟ انجمن عزیزم ما از جمله همچنان که اشاره کردی یکی از کارمون رادیوی آوای ایران هست. خیلی کار جالبیه، چون واقعا من خودم 2 سال فرانسه زندگی میکردم، هیچ صدای ایرانی در اینجا وجود نداشت. ببین چی میگم، یعنی واقعا من آرزو داشتم یه دفعه پیش رادیو رو باز کنم و یه صدای ایرانی بشنوم، یه کسی فارسی حرف بزنه، یا تلویزیون رو باز کنم. خب در لس آنجلس یا در آمریکا این مسائل رو ندارن ایرانی‌ها، چون ماشاءالله فقط هفته 3-4 شب برنامه ایرانی هست. منتها اینجا واقعا آدم احساس می‌کنه اصلا هومسیک میشه، بس که با خارجی ها سر و کار داره. و خیلی کار جالبی شما کردین و جالبترینش اینه که شما بدون هیچ چشم داشتی واقعا این کار رو دارید میکنید و اکثر کارکنان این رادیو همه مجانن این کار رو میکنن. بله، همشون بچه ها و هیچ بهره ای از این کار نمیبرید، یعنی فقط این کار رو میکنید که یاد ایران رو دوستان هموطنمون واقعا صدای فارسی بشنون و موزیک ایرانی گوش کنن از رادیو. اون وقت هفته یک بار برنامه، هفته یک بار لیلا جون سه‌شنبه هاست. بعد در کنار همین ما یه کار دیگه هم کردیم برای زنده نگاه داشتن هنر و سینما و موزیک ایران، اون تشکیل ویدیو گروپ شهر فرنگه و یه نشریه هم داریم به نام نشریه شهر فرهنگ که همینا کارهای فرهنگی است. بله. یه نکته که من خواستم اینجا حتما بهش اشاره کنم اینه که مثلا بچهای اینجا قبل از اینکه این ویدیو کلوپ شهر فرهنگ تأسیس بشه، البته باید بگم که دوست عزیزمون آقای پرویز کاردان ایشون اینجا بودن چند سال پیش که من آخرین بارشون رو تو آتلیه پارس، الان ما یه برنامه داریم شهر فرهنگ، درود بس به شهر فرهنگ، ایشون اونجا آتلیه پارس بود که واقعا این امکانو فراهم کرده بودن تو پاریس که بچه ها میتونستن نوار موسیقی و ویدیو داشته باشن. آقای مترجم اونجا بودن و بعد از ایشون دیگه کار حسابی و جدی در زمین نشده بود و همین خاطر خیلی از هموطنان ما اصلا امکان داشت خیلی فیلم های جدید یا قدیم الان یا خیلی دیگه اینا رو اتونه نشد. موفق هست؟ ولی از نظر مالی نه، ولی از نظر خدمت فرهنگی آره. منم هم برای همین راضی هستم که میتونیم به خدمت فرهنگی بکنیم. برحال امیدوارم که در کارهاتون همیشه موفق باشید. تشکر. شما هم یک برنامه گذار خوب، هم یک نویسنده خوب، هم یک دیگه همه چی رو ترجم دارید. من هم از شما خیلی تشکر میکنم که به پاریس اومدین و با مشکلاتی که دارین، میدونم که همچون که گفتید علارغم کنسرت ها اینایی که دارین، تلویزیون شهر فرهنگ رو با آقای پرویز کاردان واقعا بهتون تبریک میگم. ما 2 تا پرویز خوب داریم تو سینما و تئاتر ایران، یکی پرویز صیاد و یکی آقای پرویز کاردان هست. ایشون کارهای خیلی خوبی کرده، از جمله بهترین کارهای ایشون محکمه ایرج میرزا است و کارهای دیگه هم که ایشون کرده همه خوب بوده و من خیلی خوشحالم که شما با یک کسی کار میکنی که تعهد داره در رابطه با فرهنگ میهنش و تعهد داره در رابطه با حوادثی که در میهنش میگذره. یعنی یک هنرمندی است مردم میهنی، به تبریک میگم. حالا آقای عباسی اگر که شما وقت داشته باشین شاید بتونیم تیکه هایی از ویدیو کلوپ شما و مغازه های شما، چون شما واقعا یکی از ایرانی های خیلی فعال هستین اینجا و یکی از آدم های موفق در بیزینس، من خیلی خوشحال میشم که از کارهای شما یه قسمت هایش رو فیلم برداری کنیم و اگه بشه در لس آنجلس به هموطنان عزیزمون که اونجا زندگی میکنن نشون بدیم که واقعا یک نفر با فعالیت میتونه هر جای دنیا که هست به اون جایی که دلش میخواد برسه و در ضمن خدمتی هم به مردم و هموطنانش بکنه. با کمال میل من خیلی خوشحال میشم که اگه بتونم در این زمینه کاری بکنم که هممیهنان ما که در خارج از کشور هستند این درس رو بگیرن که هر جا که بودند میتونن موفق باشن، میتونن تلاش کنن و میتونن با افتخار زندگی کنن. من یکی از آرزوهام اینه که ایرانی هر جا هست سربلند باشه و برای خودش کار کنه. ایرانی بایستی از دیگر ملیت‌هایی که هستن و همبسته و همراه هستن بیاموزه اینو که یک ملت سربلندی بوده در طول تاریخ، مشکلات زیادی دیده میهن ما و مردم ما، اما همیشه سربلند از رش بیرون اومده و من هم خیلی خوشحال میشم که ببینم هموطنان ما در خارج از کشور بتونن تلاش کنن که
خودکفا، مستقل و بعضشون خوب باشه، چرا که نه؟ امیدوارم. به امید موفقیت برای شما و همینطور همه هموطنان عزیزمون که در فرانسه زندگی می‌کنن. منم خیلی متشکرم از لیلای عزیز که این فرصت رو داد. پیام میفرستم، پیام شاد باش برای همه ایرونیای لس آنجلس. از آقای کاردان هم بهش تبریک میگم و تشکر میکنم که چنین امکانی را آفریده. شهر فرهنگ نام بسیار زیبایی که با ما نیز رابطه مستقیم داره. امیدوارم که آقای پرویز کاردان کاراشون رو برای ما بفرستن که لیلا قرش داده به ما، که ایرونیای پاریس نیز بتونن باز دوباره کار پرویز کاردان لیلا رو اینجا نیز ببینن. متشکرم. خدا نگهدار. شما وقت اون تیکه های اون بیرون و تو اینا رو هم گرفتیم؟ من نه، من با ایشون اومدم.